چیه؟ چی میخوای؟ چرا سنگ میندازی؟ ماشین سفیده مال توه؟ آره. یه پنجایی بنده پایین. چی؟ مای کری. میگم یه پنجایی بنده پایین مگه شیشتو میارم پایین. برو پی یه کار دیگه. نه پایین میذارم. داری چیکار میکنی؟ طول سگ واسه ببینم. اینجا طول سگ. ببخشید معطل شدی یا چه؟ اصلا همون دفعه قبلی ها برات آوردم. همش لاغریه؟ آره. پودر چاقی نیوردی؟ نگفتی بهم که دفعه دیگه برات میارم. نگین چطوره؟ مثلا میشه. خب شیشتا بس. نمیای تو؟ نه دیگه برم. فقط شبنم یه 300 تومن داری دستی برم بدی؟ یه دقیقه وایسا الان. Ha ha ha!
جون مادرت اینو ببین، ببین چی کار داره میکنه پدر سگ. خیلی خفن میزنه واقعا، ابرقدرتی از خودش. ولی ببین همین حرکت پارو تو میزنی اینشو. آره ولی خب این سرعت این یه چیز دیگه است. دستاشو ببین. ادایی خبر داری؟ امرو باش حرف زدم. میدونی میخوای بریم؟ ای خیاله بابا چی بگه؟ اگه نه رو منم وایسادم بدم اون چی میگه؟ آن بخواد بیاد بیرون من لنگه خوشی دیگه، هر کاری میخوای میکنی. چرا مشاور خانواده رو نمیندازی؟ جدی میگم درآمدم داره برات با این اخلاقت. تو خوبی؟ آن چی کار میکنی؟ دیوونشم. آرسی تو امروز پولم مامانت گرفتی؟ نه ایمان سر کاریه، روش حساب نکن. حالا 300 تومن از یکی از بچه ها جور کردم. اکی؟ شبنم. شما هم خولی نه؟ باز چی؟ یک بودو بودو میکنی آخرش از معلوم نیست میرین نمیرین. میریم نمیرین، من میدونم شما هیچ گویی نمیشی، هیچ کنفی نمیشی، هیچ گورستونی تو همه همه شایی هستی. اصلا به من چه؟ باشه بابا حالا قهر نکن، یه ماکانی هم واسه من بیار. آره یا نه؟ ویلکم. نه جانه من. آره یا نه؟ آره. کجایی تو بابا؟ بابی هر چیز داری شیشه شکوندی؟ هر چیز زنگ میزنم جواب نمیدی. بابی رو گرفتم. بابی تنها بود؟ نمیدونم. باشه باشه دمت گرم. این سند ماشین دم دستته؟ اون قرازه مگه چقدر میارزد؟ من یه کاری کرده نگهش داشتم. باشه الان با من بحث نکن، برو بیارش. چیکار میخوای بکنی؟ اشکا پاسپورت من چی پس حالا؟ بای بابی دهنت سرویس با جنس نگرفته باشنش. بیا اشکا خبر بده. کارشم چه کرد؟ اون تو بودم یکی خورده پستم تو عالم هپروت بود تزیو میگفت، گفت تازگی ها فهمیدم شریکم بهم خیانت کرده، منم اینه کانگورو تیکت کش کردم ریختم تو گونه انداختم جلو سگا. گفتم کار خوبی کردی، حالا چیکارم میکنم؟ گفتم میفرستن ترکیه لب استخ آفتاب بگیری. گفت تو جرمت چیه؟ گفتم منم با الکل سوخگیری کردم دیگه بقیه شادم نیست. خیلی وحشتناکه. چیش وحشتناکه؟ اینکه آدمی چی یادش نیاد. باید بیاد که چی بشه؟ منم گذشتش یادش نیاد راحت تره که عذابم نمیکشه. ببین پسر جان، آدم از گذشتش نمیتونه فرار کنه. بالاخره یه جایی تو زندگی عقتو میگیره، نمیتونی در بری. من در میرم. ببین چرا ساکتی؟ سرش درد میکنه. چی بگم؟ بعد شیش هفت ماه رفاقت هنوز خودمون نشدی؟ شیش هفت ماه چیه؟ نه ماه هلن پیش ماست از زمستون. زمستون نبود که، هوا سرد نبود، بابا خونه ما بود دیگه، یاد نیست؟ نه عزیزم من یادمه دیگه، دایی تازه رفته بود زندان، سه هفته بعدش تو من زنگ زدی گفتی یه همخونه واسه من پیدا کردی. من همینو میگم دیگه. الو زمست... سلام خانم شاکری. اول پاییز بود دیگه اومدم. آره دیگه میگم، میگه زمستون ولش کن خله اون بابا. از پاسپورت من چه خبر؟ تو پاسپورتت اومد؟ آره با ده روزه هله با
واسه نخور جور میشه. سلام هلن. هلن مرسی، برای قرصای لاغری تماس میگیرم. بله شما کاتالوگا رو خوندی؟ چند تا؟ قبلش با تون تماس میگیرم. خیلی رایش خودم باشن میکنم. ببینی این مدلی اینجا خیلی طرف داره، قصبی بد نیست، باشو بیا دیگه. چاو. در سرویس این سامان خیلی خوب داره در میاره. میتونی چند وقتی که اونجا بوده 2000 تای کاسبی کرده. 2000 تا؟ برم نمیگرده دیگه. نه او برگرده که چی؟ اینجا کسی رو نهره، داره اشغالش رو میکنه، پولم در میاره دیگه. اگه من اونجا قبول کنم این کافیه، فقط یه بار برم توی یکی از این کلیپاش این کارم میگه. من هر تا شده کار ترتمیز با کیفیت اینجا ضبط کنم. من که برام مهم نیست، من همه جوره میرخصم، همه جا، بالا پایین، دریا، خشکی، آسمان. من چیکار کنم اونجا؟ هر کاری دوست داری، چیزی که اونجا ریخته کار. من بیا دیزاینر لباسام، مدیر برنامه هم تو پاهمون فقط برسه اونجا. عشقا، نونا رو کجا گذاشتی؟ اونا اونجا گذاشتم اقل. آره یا نه؟ نه. ای با چرا؟ واسه چی گفتی نه؟ چی بود مگه؟ چی بود؟ بگو نصف. بگو خب چی بود دیگه؟ گفتم من لیاقت تو رو دارم یا نه؟ چی میگی؟ نه من که اصلا قبول ندارم. آقا همشم چرت و پرت گفت. 60 تومن گرفت 5 دقیقه حرف زد. گلم سرتو بده پایین. نه اینی که من میگم خیلی خوبه. من که راضی بودم، خیلی خوب گفت به. اگه خواستی یادم بنداز کارتشو حتما بهت بدم. به من که هرچی گفت درست گفت. من تاروت و ورق و شم و اینا رو اصلا قبول ندارم، فقط قهوه. موضوع اینجا شروع نکنی هم اینه؟ گرستاتو جمع میفروشی؟ کدوم رو؟ سری آخری دیگه؟ افتاد. خانمی 10 دقیقه دیگه سرتو میشورم. راستی این دوست من قرصای چربی سوز خیلی خوب داره، میخوای؟ هلن جان، هلن اون قرصاتو میاری خانم ریایی ببینه؟ خیلی خوشحال شد. مگی اینا چی کار میکنه؟ اینا قرصه لاغری گیاهیه، زهرم نداره. اون قرصه دیگه با من هیچ تأثیری نداره. کورتون کار خودشو کرده. بابا نمیدونستم کورتون میزنی. آخه این هلن ما داره از ایران میره، این سری آخر قرصاشه. گفتیم قرصای خوبیه، کی ورداره بهتر از شما؟ حالا چند هست؟ 120 تومنه. ولی چون شما عزیزی، مشتری ثابتی، 100 تومن بردار. قابل دارم نیست. کجا داری میری؟ ایتالیا. Yeah.
70 تومن دیگه. آره. اونم سود منه دیگه. گفتی ایتالیا میخوای بری چی کار؟ اشکان که از ریختش معلومه، جون به جونش کنن کله خرابه. تو میخوای بری چی کار؟ نمیدونم. میخوام شاعر شم. خوب بود. آه از دست دست هم میدازیم. نه بابا خوب بود دیگه. چرا میگه مزخرفه خوشایی؟ دیدمت. کجا میخوام بری؟ میلان، ایتالیا. اروپا ایتخیه که. آوا پس واسه چی گفتیم تو بیا؟ بابی گرون در میاد ها. گرون شدی؟ یادت رفته. جنگی جورش کن. نه رفتنیه. این که کمه که. اندازه هست. جنگی جورش کن. دخترتون یه خانم اومده با شما کار داره، هر چی زنگ زد در وا نکردی.
آبی؟ میگرنشات کرده باز یارو زدتش؟ بعد زنگ بزنم از پروین بپرسم. پروین که؟ دوستش. مطمئنی راست میگه؟ مثل اون دفعه نشه. نمیدونم نگیم، برو بگی بخ. بهش گفتم اخلاقی که تو ازش دم میزنی یا تو جیبته یا تو بانک. واسه من که از صبح تو که اون سگ دو میزنم اخلاق جور دیگه است. میگم حالا واسه پاسپورت هلن بد نشه. نه ترس بسر، به ترسی غرق میشی. من که نمیترسم، واسه خودم نمیگم. من که دوست دارم زودی بی درد سر خوابم. معلومم نیست موقع بری اونجا چیکار. من که میدونم قابل عشق و حالتو بکنی دیگه، هیچ کی واسه مهم نیست. اگه نره که از اون آدمای به درد نخوره، یعنی یه چیزی توش میلنگه. واسه چی نره ها؟ آره آخر همه تو ایتالیا نشستن، آقا عشقان بره اونجا براشون هلیکوپتری بزنه. خب چیکار کنم اینجا بمونم که چی بشه؟ عمرم تلف شه؟ بابا به خدا جوونیم رفت. آدم بره اونجا کارگری هم بکنه بهتره. عشقان آدم پیش باباش بمونه عمرش تلف میشه؟ بی خیالی دیگه. آدم خانواده‌شو ول می‌کنه میره. آره نیست تو هر روز میری مامانتو میبینی؟ همه رو ول کرد رفت پیش یه آدم دوزاری، الان واسه من داره ادا آدم خوبا رو در میاره. من ول کردم؟ ازدواج کردم، دوزی که نکردم که. من چه دوستم یارو تو زرد از آب در میاد؟ باشم چه چرت و پرت میگی عشق؟ من کی مامانم اینا رو ول کردم؟ من قصه مشکل هنوز من دارم میدم. تو چه درد و وام کنی هرچی به دردت بیاد میگه دیگه. من این که آدم میخوان یه جورایی دوست داشتنی باشن حقم میگیره. حالا چه فرقی میکنه؟ واسه بابا ننت نقش بازی کنی یا هر خره دیگه ای. عشقانم اگه نخواد واسه این چیزا بره که جا زده. اگه چند بار زندگی میکنیم؟ همینو بگو. تو هلن از صدا کن. ازش یه خورده تنده. هلن. هلن. مامان نمیاد؟ نه تو اتاق راحت تر. اینجوری بده که نمیشه. خب میخوام من صداش کنم. نه نمیخوام. خب تو صداش کنم. بیوشه نهار تو بخور. سلام. سلام. سلام خانوم. بفرمیم. خوش اومدیم. بفرم. بفرم. از اون موقع که دیدمت خیلی فرق کردی. اون رفیقا مثل مار دارن پوست میندازه و خوشتیبتر میشه. هر کی ما رفاقت کنه همینه. غذا چینی درست کردم، دوست داری؟ چه میدونم. چطوره؟ تنده. به مثل خونه سازگار نیست. تو چی هلن دوست داری؟ خوبه. خوبه. از شما هلن صداش میکنی. هلن اسم جوانی های من بود. اون موقع دوست داشتم همه به این اسم صدا میکنن. قهرمان یک کتاب بوده، زن خوشگلی، همه عاشقش. ماما شروع نکن دوباره. مگه چی میگم؟ این داستانات برای بچه ها جالب نیست. بذار بگه دیگه. خب حرفی نزدم، اتفاقا زن خیلی خوبی بود. من فقط چند اسم کوتاهی ازش خوشم میاد. دیشب خوب خوابیدین؟ سرد بود که جام عوض میشه یاد بد خواب میشن. شماها همه با هم اینجا زندگی میکنین؟ خودت جاتون تنگ نیست؟ من که قبلا همه چی رو بهت گفتم، نه؟
حفشم؟ ها؟ باشه. مامان. مامان چی؟ گفته بودی با یه دختر هم خونم. باشه بس غذا تو بخور. نه فقط من و هلن اینجاییم. واسه اینکه خیالتون راحت بشه باید بگم یه جوری من واسه این بچه حکم پدر خونده رو دارم. خلاصه در خدمت گذاری حاضرم. باز که داری سیگار میکشی. نصف پولو برای جور کردم. پول نمیخوام. تو خیابون قلم نمیذاشتی. تو که خبر نداری چی شده. اینطوری با مرف نزن. میخوای با اون دختره بیاره؟ آره. تو میخوای چیکار کنی؟ نمیپرسی چرا این ریختی اومدم؟ چه فرقی میکنه؟ مگه بار اولته؟ پرتم کرد از خونه بیرون. فکر کردی خودم قهر کردم اومدم؟ دو ساعت پشت در نشسته بودم. هوا داشت تاریک میشد. هرچی در زدم در باز نکرد. با اون وضعیت بلنشم رفتم خونه مریم ماشین گرفت اومدم پیش تو. بالاخره که چی؟ باید برگردی دیگه. اینجام که نمیتونی زیاد بمونی. میبینی من تنها نیستم که. آدم میدونم. تو میتونی باش حرف بزنی؟ من ریختشو نمیخوام ببینم باش حرف بزنم. اینطوری پشتش نگو. تو رو خیلی دوست داره. تو حرف رفتن تو زدم نصف پولو جور کرد. نمیخوابی؟ هرچی زنگ میزنم جواب نمیده. تنهایی؟ چرا هرچی زنگ میزنه جواب نمیدی؟ خب یعنی چی؟ معنی چیه؟ من نمیفهم یعنی چی؟ من میدونم کتکش زدی از خونه انداختش بیرون. من دیگه نیستم. به همین راحتی. بعد 6 سال الان فهمیدی نیستی. حرف 5 سال 6 سال نیست. من کسی بودم که واسه نسرین تب میکردم. ولی قرار نیست تا آخر عمرم تو تب بمونم. مگه دفعه اولتونه؟ ده دفعه تا الان کتک کاری کردیم دوباره آشتی کردیم. یکی باید نشه منو جمع کنه. آخه ما الان خیلی حالش بده. گناه داره به خدا. نباید تنهاش بذاریم. یکی باید منو جمع و جور کنه. 40 سالم عاطل و باطلم. دیگه بریدم. منم دارم از ایران میرم. نمیتونم نگهش دارم. برم بهش چی بگم الان؟ گوش کن چی دارم بهت میگم. نسرین دیوونه است. مریضه. باید بره دکتر. میفهمی؟ نگاه کن. این مدتم چیکار کرده؟ همه اینا رو با چاقو زده. همین چند وقت پیش نصف شب از صدای گریهش از خواب پریدم. بهش میگم چه تباسی گریه میکنی؟ میگه میخواستم بیام تو خواب خفت کنم. تا صبح خوابم نبود. من چیکارش میتونم بکنم؟ کار الانش هم که نیست. یه ساله داره این بازی رو سر من در میاره. من اگه موندم برای که دوستش داشتم. ولی دیگه الان ندارم. تو میخوای زن بگیری؟ نه بابا زن چیه؟ خودمو نمیتونم جمع جور کنم. اینو بهش گفتم بیخیال من شو دست از سرم ورده. فهم حواست باشه اگه این طرفو ببینمش بخواد آبرو ریزی کنه بخواد اینجا هاوارتی بازی دراره صورتشو میسوزونم. آبروی من از همه چی برام مهمتره. خودت یه جوری جمع و جورش کن.
چی گفت؟ نبود. یه همه وقت اونجا بودی؟ واسدم تا بیاد نیوم. یعنی اصلا نیومده بود سر کار؟ حتما رفته پیش اون دختره. دختره کیه دیگه؟ همون دختره که میخواد باشه عروسی کنه. من یه بار از دور دیده بودم، شلونم ببینم یادمه. مگه تو نمیدونستی از اول اون یه روز بالاخره عروسی میکنه؟ مگه نگفته بود بهت؟ و میخواد با همون دختره عروسی کنه. آره؟ من نمیدونم مامان، تو داری میگی. من میگم میدونستی یا نمیدونستی؟ نه نه، ما اصلا همچه قراری نداشتیم، هیچ حرفی با هم نزده بودیم. بالاخره بچه میخواست اون دیگه. هیچ وقت به من نگفت. میگفت اصلا. نه تو حاضر بودی؟ نه اصلا حرفش هم نزن. ما با هم خوشبخت بودیم، بچه ما رو هم جدا میکرد. خوشبخت بودیم ما هم. بس همین هر دقیقه میزده. بس همین دو هفته میرفت پیداش نمیشد اصلا. نه نمیدونم چی تو دلش میگذره. اصلا برای همین شاید نرفته سر کار. بس کن تو رو خدا. تو نمیدونی. اون دفعه که دستم شکسته بگیرته. گفت با سیگار پشت دستش رو سوزونده چون منو زد. میگفت این کار کردم که دیگه دست رو تو بلند نکنم. همچرا بهش نمیگی دیدیش؟ چی بگم بفهمه اصلا دق میکنه. اونجوری بدتره که. اونجا اصلا معلومه چی به چیه. اینا قبل این یارو مامانت کجا بوده؟ پیش داییم. خب الان هم بگو بره همونجا دیگه. زیر بار نمیره. پس چی؟ فهمی زن اون یارو شده گفت اصلا من خواهر نمیره. سر در نمیاد. یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره من نمه بارون میزنه به کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه همه قشنگیش همینه خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده رها کن دیروزا زندگی کن امروزا هر روز یه زندگی تو دنیا کن اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه خیلی خوب اولو چه عجب که اول بود زنی میزنم اولو فراد چی گفتی؟ با تو هم با چی گفتی ندیدیش؟ زنگ زدی به شاخه؟ جواب منو بده. این که الان زنگ زده یه چیزی که داره میگه. بیا بریم بهت میگم. چی بگی؟ چی مونده بگی؟ واسه چی دروغ میگی؟ مگه من بچه‌ام به من دروغ گفتی؟ بیا بریم. بابا. یک دو خیلی بد افتادی آخه تو اینجوری میکنی وایس اینو در خواب نه خواب ببینم یه دو اینجوری پاشو پاشو شما هم دیگه پاشو میان تو عکس پاشو خب بابی پاشو دیگه بابی پاشو بودا این دیگه بیا بیا دیگه
بریم. آماده؟ یک، دو. خوب شما ببینم. ببینم. خب عشقم بذار من ببینم. بیا 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 مال تو هستم بیا. میذاری ببینم. آی. خب این بده دیگه. نگاه کن من این در قابلمه افتادم. چرا قور میذاری تو؟ تار افتاده. یا حالا با افتخار نسرین خانم یک دست جمعی دیگه هم بگیره. به به پاشه پاشه قدم باری پاشه دیگه. خانم دوربین منتظر شماست. سله ندارم. دوربینم قید خانم های محسن نمیزنه. بگیر آسا ببینم چی میگه تو. حالا شد عکسو بندازش. سه دو به به با تو چشاتو بستیم دیگه. این شوخیه با من نمی کنیم. بفرمایید. کیک میخوری؟ این کیک یه جورایی شیرنیه. پاسپورت هلن هم هست. نه بابی عشقا تو میدونستی؟ نه آره مبارکه بالاخره گرفتی. با همون اسمی که خواستی هلن. که قانونی نیست. با قانونیش هم هیچ فرق نمی کنه. تنها چیزی که با خودتون میبرین همینه. عشقان هم گفتم آنکارا که رسیدین خرجش یه زنگه. طرف میاد دنبالتون. دلارا رو که دادیم بهش سوار کشتی میشی. نگفته بودی میخوای قاچاقی بری. پس فکر کردی اون پولا رو واسه چی میخواستم؟ احمقیم من. داری میری؟ حالت خوب نیست؟ یک و دویست پول پیش خونه است که دستم داشتی. یه 500 هم از اشکان گرفتم. طلب داشتم ازش. بابت پاست ازم گرفته بودش. اشکان از تو پول گرفته؟ یه پول کامل رو نمیدادی که اصلا پاستو بهت نمیدادن که. هلی ببین من حوصله مامان خودم هم ندارم چه برسه به این وضعیت. اگه واقعا مامان قرار اینجا موندگار بشه من نمیتونم. نه نمیمونه. تا دو سه روز دیگه آشتی میکنه میره. آشتی چی میکنه؟ هفته صبح شما خواب بودین یا آقای اومده اینجا چمدون مامان تو فرشته آورده اینجا گذاشتم پشت در. من هلی من فکر میکنم زودتر یه خونه مامان پیدا کنی خیلی بهتر. فعلا خدافظ. نمال توه؟ فرهاد فرستاده؟ با تو هم؟ با تو هم؟ چیکار میخوای بکنی؟ بمیرم چی کار میخوام بکنم؟ میخوام ببینم این خاک بر سر من اینقدر بدبختم. اینجا داد نمیزنی. اینجا داد نمیزنی. ببین من چه بیچارم. دختر من داره با من چه جوری حرف میزنه. تازه یادت افتاده دختر داشتی؟ چی داری میگی تو؟
ببین من کلی بدبختی کشیدم، من شب و روز کار کردم تا تونستم پول رفتنم رو جور کنم، میفهمی اینو؟ حالا یه یک کار این وسط تو پیدا شده که چی؟ من همیشه نمیگفتی هیچ گویی نمیشم، چرا پا شدی اومدی اینجا؟ چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ کجا میخوای بری؟ یار گورستونی برم اینجا بهتره، به تو چه مربوط؟ برکن هر کاری میکنم باز فکر میکنی باعث همه بدبختیات منم، برای که تو بچه نمیخواستی، تو هزار تا کار درست درمون از دست دادی به خاطر من، تو کلی خواستگار خوب داشتی عروسی نکردی به خاطر من، هر روز همه این سالا همه اینا رو زدی تو سرم، حالا میخوام برم دیگه، میخوام راحتت کنم، اینجوری واسه جفتمون هم بهتره، تو هم با هر کی میخوای باش. میگم نرو واسه خودمه، واسه اینکه میدونم تو این رفتنها چی میشه، اونم واسه یه دختر تک تنها. مگه واسه تو فرقی هم میکنه؟ مگه وقتی خواستم پول خونه رو جور کنم تو فهمیدی از کجا آوردم؟ تو این 7 سال فقط وقتایی که اومدی خونه پروین قهر منو دیدی، اصلا فهمیدی پرونده شکایتی داستانش چی بود؟ اصلا فهمیدی پروین چرا رابطه شو با تو قطع کرد؟ هیچ وقت نفهمیدی. فهمیدم، چند ماه بعد شکایتت فرهاد بهم گفت، گفت کمکت کرده بتونی از پسرش شکایت کنی، میدونم با چیکار کرد، از همینم بعدش به فرهاد گفتم شکایت رو پس بگیره. اینا رو میشناسم، میدونم چه حرامزاده هایی هستن، دست سرت بر نمیداشتن، بعدش هم که دیگه همخونه گرفتی من روم نمیشد نمت. تو میدونستی هیچی نگفتی؟ هیچ وقت هیچی نگفتی؟ اسم خودت هم گذاشتی مادر، حتی بهم حقم ندادی، برو گم شو بیرون ازت گوته نبدارم. برو گم شو بیرون. چه بویی میاد اینجا؟ صاحب اینجا چند وقتی هست که مرده، میگفتن یه پیرمرد الکلی بوده ولی من اجرخ ندیدمش، فعلا اینجا دست منه، کردمش انبار، اگه با جاش اوکی بودین بگه میام خرت و پرتا رو جمع میکنم، نگران اجارش هم نباشین،
جونم چطوری؟ پس چی میخواد اینجا رو بده به ما؟ مگه نمیگه اینجا انبارشه؟ میتونه کلی پول اینجا در بیاره؟ پس چی به من و تو؟ به عالم و آدم بدبینیه ماما. بابی داره کمک میکنه. بعد داره یه کاری میکنه از این جهنم خلاص شی. من این پسر خوشم نمیاد. خط قشنگی داری. کی گفت اینو بخونی؟ از خواهد گفتی؟ چه شبیه برباتی. من این وقتای شعر میگفت. همه اولو فهمیدم. یه سراغش نرفتی؟ چرا؟ پول گرفتم ازش. چجوری؟ الان وضعش بد نی. میرم میگم یه تراول بنده پایین وگن شیشه ماشینتو میرم پایین. چیه ماما؟ خوب چی دیگه؟ یه دفعه پول انداخت، یه دفعه هم شیشه ماشینش رو آوردم پایین. چرا نمیگی دخترشی؟ کیا دیدی خواهش های باباش معرفی کنه؟ وقتی نمیدونه کیم کجام چیکار دارم میکنم بابام نیست که. حالا تو واقعا میخوای بری؟ آره. شده اینجا فعال میگرفتی؟ دلخوشی علیکی راست نمیگه که همه چیش به همون دروغ بودنشه. چهارشنبه ساعت 10 قطار میره، شما زودتر برید. اشکان میدونه بلیتا رو آورد اینجا؟ آره، خودش گفت بیارم بدم بهت. بلیت چیه؟ آنکارا. یعنی تو واقعا میخوای بری؟ چند روزه میرسیم؟ 4 روزه. کاری ندارین اینجا. بعد اشکان پیش من یه مقدار پول داره که تا فردا چنج میکنم بهش میدم. خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. هر کاری اون طرف گفت انجام میدین. تو اسکله تاتوان میاد دنبالتون. حواست باشه. دست از پا خطا نکنی که از گروه نمونی. سر خود چی داره میگی تو؟ سر خود کاری انجام ندین. یه کولم بیشتر نمیخواد ببرین. فقط مواظب پولتون باش که اگه خوابت برد ازت نزنن. بقیه چیزا هم بیاد. چی داره میگه؟ اگه بری اونجایی برای سرت بیاد من چیکار کنم؟ هیچی نمیشه. هیچی نمیشه یعنی چی؟ قرار بود با این پسره بری اونم اینجوری. به من نگاه کن. مهربونی تو بذار واسه بعد. خفه شو. واسه این حرفا دیگه خیلی زیره. میگم خفه شو کثافت. چی میخوای؟ پاشو بام شما رو بیرون. از چه ما چی میخوای؟ این دختر رو کجا میخوای ببری؟ هر گوری میگی خودم بیام دیوونه. کثافت نکن. نمیذارم بریم.
با تو منو مسخره کردی. اگه نمیخواستی بیای زودتر بهم میگفتی همه وقت منتظر تو نمیموندم. قرار نشد وقتی یه اتاق پیدا کردی مامان تو سر سامون بدی بعدش برگردی؟ حالش بده. تنها بمونه یه بلایی سر خودش میاره. با اینجوری نمیشه که. جان من یه کاری بکن برگرده. کجا برگرده عشقم؟ نمیدونم. اگه اون موقع که سر خونه زندگیش من اصلا به تو فکر میکرد. ول کن بابا تو که همه چیز زود یادت میره. باشه قرصاتو بخور. ما داریم یه جستجوی وسیع تو پایگاه‌های اطلاعاتی انجام میدیم. برایان یه تحلیل و مقایسه مرتب مرسی برایان. یه دقیقه بشین. من فکرامو کردم. میگم من فکرامو کردم. خب بگو دیگه. من از فردا میرم سر کار. هر کاری باشه. میتونم برم خونه‌های دیگر تمیز کنم یا پرستاری کنم. از اون خانومه بود خونه دایید. یادتی؟ از اون خیلی از من پیرتر بود. من جوونم. هنوز از من بر میاد. یا اگه جایی باشه تلفن جواب بدم هم خوبه. ها؟ تازه تو هم میری سر کار. میری سر کار پولامونو جمع میکنیم. جای خیلی بهتری میگیریم. بهتر نیست؟ آخه کیه دیدی دوست نداشته باشه با بچهش زندگی کنی؟ بچه که بودی همیشه مار بلند بود. خودم میبافتم دوتا اینجوری. نمیذاشی کسی دست بزنی. چرا الان ما تو بلند نمی کنی؟ عاشق مونو بلندم. من که دیگه از این بلندتر نمیشه بود. من دلم داره ضعف میره. غذا میخوری؟ سرکی آواره ای قم به دشت سینه من پر شده لبه کنگه یه اینجا بزنیم که میشه ها. بیا سرشو بگیر. بیا حالا پایین برد. بیا اینو بزنیم بعد دیگه. بیا نخورده میگی نه؟ نمیدونم خوشمزه است. یه بار بخوری عاشقش میشه. بابا کن چی دوست داری؟ پیتزا. پیتزا چیه؟ اینگه خمی خود سیب زمین سبیه از من نیست که به قرمه سبزی مشکنگر قرمه سبزی نخون این سکسکت رو میگیره و این زیب خود رو باید این تو خم کنیم اینا سفیده را میگیره؟ بله. بعد تعداد بخوام چه تخفیف میدی؟ همون قیمت خرید بهتون میدم. یه ست کامل بمید. تشکر. تو از عشقان خبر نداری؟ من هرچی زنگ میزنم جواب نمیده. شارژ نداره گوشیم. تو زنگ میزن بهش به من خبر بده. خب؟ فعلا. ببین نگی. اگه مشتریام زنگ زدم به تو شماره خودم بهشون بده. خب؟
باش فعلا. بهم زنگ میزدی خب؟ فکر کردم خونه ای. بعد دیروز هم موبایلم خاموش کردم، حالا حوصله کسی نشد، حالا حوصله رفتن هم ندارم. یا این سیدیه که یکی از بچه ها ازم فیلم گرفته واسه نمونه کار دارم میبرم. نظر خودم که چیز بدی نشده، حالا تو فرصت کردی نگاه بهش بنداز. نمیای بالا؟ اومدم تو رو ببینم، بیام بالا داستان میشه، حالا حوصله ندارم. بلیط اونم مال خودم، یادگاری نگهش بود. رسیدی بهم زنگ بزن هر جور شد و یه خبر بده بهم. خوب موضوع خود باشم. عشقا؟ آره یا نه؟ یه چه فرقی میکنه؟ که تا حالا این کارا نکرده. دستت میاد کم کم. بهتر از اینه که بری خونه مردم رو تمیز کنی. اینطوری راحت‌ترم. ببین به خدا اصلا کاری نداره. فقط اینا رو من به تو میدم، بعد بری تو همه واگونا دستت بگیری بگی خانم گلم رنگ موی خوب دارم، رنگ موی قوی دارم، سفیداتونو میپوشونه. همین. فقط با همه واگونا بری. سخت است به خدا. همونهایی که گفتم بگم. خب؟ وقت رسیدی؟ ده دقیقه یه رو. سری قبلی چند تا دستت بود؟ 20 تا. هفتم چای سبز. شما دیگه رفتین از اونجا؟ آره فعلا. آره کجایی خبر نیست ازت؟ من هم داشتم میرفتم ایتالیا. نه بابا دمت گرم. سری چند تا میخوای؟ 15 تا اگه بود. کورسانت قبلی 150-160 تا میشه، میرزم به حسابت. شیشه گلی کریستالی خواستی؟ قیمت مناسب میدم. خبر بده. میدانی که آیا این دل من چون فانوسی شکسته تو تو کنیست؟ مرا بی همزبان مگذر که با شادی رحم و سور دونست. رنگش خیلی خوبه. چند تا فروختی امروز؟ هیچ. یه دونه نفروختی؟
یه زنه داشت راضی میشد بخره، دست آخر گفت پول خود ندارم. منم نداشتم. دروغ میگفت. دو دقیقه نشده رفت از اون زنه یه سارافون خرید. رفتم گفتم خانم چه دروغ میگی، نمیخوای بخری؟ بگو نمیخوام. زن سارافونیه گفت خانم به زور که نمیتونی جنساتو به مردم بفروشی. گفتم به تو چه مربوط، خودتو انداختی وسط. چند ماه بود ما تو رای نکرده بودی یا قشنگ سفیداش در اومده بود. آخرین بار فرهاد رنگ گذاشته بود، الان سفیداش هم رنگ گرفت، یه دست شد. نیم ساعت دیگه فقط باید بشورش. تو فکر میکنی تا حالا چیکار کردم؟ تنهاست؟ من هیچی راجبه اون نمیدونم همون. خب؟ دیگه ازم سوال نکن، دیگه ازم سوال نکن. تو سرت آدم نمیشی تو. آره بابا دارم میام. نه بابا چی میگی؟ با حمیدی؟ آه نمیدونم چی بگم. بس بیام. آره بس بیام. آره نشون رو دار. خیلی چی شده بعد دو سال یادت افتاده؟ چی میدونم، دیشب زنگ زده که میای شاید عقدم شی. آخ 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 این فکسنی اگه امروز جواب منو بده خوبه. من چهارا پیاده میشم ها. آقا یکیمون سر همین چهارا پیاده میشم. از همون سری قبلی ها که ازت گرفتم میخوام. چند تا میخوای؟ اگه داری 10 تا. 5 تا بیشتر نمونده. خوبه. بقیهشو بعدم برات میارم. پولت هم دارم جور میکنم. باشه بابا. چیزی نیست که. پریسا رو دیدی؟ آره. شوهرش خوب بود؟ اصلا بزن این تیپو خوشم نمیاد، چیز از خود راضی. چی گفت مگه؟ هیچ، یکی از رفقاش آورده و به من آشنا کنه، طرف زنش مرده. پریسا هم اصرار میکرد تو نباید تنها بمونی، تو باید ازدواج کنی. تو چی گفتی؟ من گفتم نه، من الان نمیتونم، یعنی اصلا حال و حوصله‌شو ندارم. یارو چه تو بود؟ خیلی اصرار کرد از من جواب مثبت بگیره. من خودم زودی گفتم نه بابا. فرهاد به تو گفته منو دیگه نمیخواد؟ آره. من از اینکه دروغ گفتی عصبانی نیستم. تو نمیفهمی من چی میگم. من 49 سالمه. دیگه که مثل قدیم سر حال نیستم. پیر شدم. یه کسی از من خوشش نمیاد. سن ربطی به هیچی نداره. اگه تو میخوای جوون شی نمیشه. نمیشه هرچی تو میخوای همون بشه. آره آره.
من گوشم با شماست. ببین هلن، نفهم من طور دیدم. این جوانای امروز یکم عجولن. میترسم یه چیز دیگه فکر کنه. دستت چطوره؟ نمیخوای که بسام دل بسوزونی. سیگار؟ نه. ببین من ازت فقط یه چیز میخوام. یه نشونی میدم. خب بسام خبر بیاری این عروسی کرده یا نه. هر چیزی قیمتی داره. تو زندگی چیزی مفتی به آدم نمیدن. چقدر بسام آب میخوره؟ داری وقت تو تلف میکنی. یه مرد هیچ وقت تنها نیمونه. اگه نخواد نمیتونی به چنگش بیاری. من میتونم، میشناسمش. زیاد رو شناختت از آدم ها حساب نکن. اینو بس خودت میگی یا اون؟ بعد یه جوری سر خودتو گرم کنی. چجوری؟ مثل همین کاری که میکنی. گپ میزنی. قیافت معلوم امنه هستی که دنبال زن رو میدویی. زن هم خیلی تو میدوهن. من شما رو خوب میشناسم. همه تون خود راضی، ترسو، دروغگو، عوض بازی. حالا قیافت تو آینه دیدی؟ تو زشتی، پیری، دهنت به گن میده، زیادی از خود توقع داری. گم شو، برو بیرون. گم شو. Thank you.
خانم این فرشا و کمدام هست؟ همشون هست. تلویزیون هم سالمه، یه دونه ماشین لباس شویی هم بیرون. همشون هم 500. 500 کمه، بیشتر میارزن اینا. یه سری خرت و پرتات به درد من نمیخوره. چیکار کنم؟ گوشم دارن یه چیز میگن به اتاق فرمان. اجازه بدین یه لحظه سکوت ببخشید، معذرت میخوام. بفرمایید چی بنده بگم؟ بله بله، خب از اتاق فرمان به من اشاره کردن که بگم که هلن سلام. Maşallah buyur, buyur güzel. Güzel, güzel buyur. Hoş geldiniz. İşe gelirsen Rukiye. Adam mı var orada, hanım var? Sen gelebilirsin benim yanıma. Ben özüm seni aparırım, yorandırırım. İşim de var, arkadaşlar da var. Kaç yaşında olursun sen? چه خیلیه؟ گلریک دولانه رو خب، الان میخوای چیکار کنی؟ گفتم که میخوام برم، هر جوری از من بفرستینم کلید خونه. یا هرچی میگم نمیفهمی، یا خودتو زدی به خری. با کی بفرستمت؟ همون موقع با اشکان باید میرفتی. مگه نگفتی دارین بار میزنی؟ من بفرست باشون دیگه. بار مال اینه، میری باش؟ هرچی شد پای خودت. چیکار کنم پس؟ برو بیرون. من بستم. آه عزیزم شکرم، هارا گیدیر سن گل، گیجنی گل بزیم یانمزا، منم یانمدا گل. من گیدیورم.
سوارشو بریم. چرا؟ میگن نه، نیبرنت. بس چی بس خودم بهشون میگم. تو رو خدا منو بفرست هر جور شده برم. میدونم همون واقع باید میرفتم ولی الان مامانم ول کرد رفت دوباره. چرا دست دست میکنی تو منو بفرست؟ کجا میخوای بری ها؟ نامستم کجا میخوای بری؟ کشتی که عشقم باشتم غرض شد. جنازه 300 مهاجر رو آبه. عشقم مرد. غرض شد. کجا میخوای بری؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ با تو هم اینجا چی میکنی؟ دیگه این برا پیدا کنش چه اصلا؟ مرمون تو چی کاری؟ مرمون تو چی کاری؟ مرمون تو چی کاری؟ اشتباه کرد. منو ببر. اینم زندگی منه.
به فکر رو میکرده. راست میگم، میرم کار میکنم، هر کاری میتونم، میرم خونه ها رو تمیز میکنم، هم جوانم بازم اشتباه کردم.